پگاه بنی هاشمی حقوقدان از شیکاگو همراه ما شدن. خانم بنی هاشمی، خوش اومدین به امروز. بخشی از حقوقدانهای نزدیک به نظام هم نسبت به این فشار هماهنگ به زنان و مردان ایرانی برای انتخاب نوع پوشششون انتقاد دارن، انتقاد جدی دارن و اون رو مخالف قوانین ایران میدونن و میگن قانون شهروندی رو زیر پا گذاشته. نظر شما رو میخواستم بدونم، این حجم از فشار رو شما چطور میبینید در قوانین حقوق ایران؟ خیلی خوشحالم که شما هم صحبتتون رو با موضوع قانون شروع کردید، به خاطر اینکه تمام کسانی که در واقع دستی بر آتش در زمینه حقوق دارن این موضوع رو خیلی خوب واقف هستن که موضوع حجاب و حجاب شرعی که در قانون مجازات در واقع عنوان شده به عنوان یک حجاب شرعی عنوان شده و مجازات اون هم خیلی مجازات مشخصی هستش. ضمن اینکه این موضوع رو هم باید به یاد داشته باشیم که قانون مجازات چندین بار در طول 4 دهه گذشته تغییر داشته و آخرین تغییراتی هم که کرده در ارتباط با موضوع حجاب شرعی در حقیقت یک جزای نقدی اندکی رو در نظر گرفته و حبس نه چندان طولانی، ولی ما در واقع با یک نوع فراقانونی انجام دادن اعمالی در ایران الان روبرو هستیم با موضوعی که من اسمشو حالا نمیذارم حتی فراقانونی، میتونم بگم به یه نوعی خلاف قانونی که ما در ایران داریم داره انجام میشه و اگر حقوقدانان و دیگر کسانی که در واقع دست اندر کار امور قانونی هستند به این موضوع تذکر دادن، تذکر بسیار به جایی هست، برای اینکه اگر قرار باشه در تمام مسائلی که در ما در ایران داریم هر کسی قرار باشه موضوع سلیقه‌ای بهش نگاه بکنه و تصمیمات شخصی در این رابطه گرفته بشه، در واقع میتونیم بگیم دیگه سنگ رو سنگ و اصلا خود قانون مجازات اسلامی هم هویتش رو داره از دست میده در این زمینه، چنان که خیلی از کسانی که در این زمینه در واقع اعتراضاتی داشتن با احکام سنگین امنیتی و سیاسی بعضن روبرو شدن و نه موضوع به خصوص در ارتباط با مسئله حجاب شرعی و همچنین اینکه حتی افراد مذهبی هم در این رابطه در واقع تذکراتی دادن، به دلیل اینکه موضوعی که حجاب شرعی اصلا به چه اندازه ای از حجاب و چه چیزی میتونه قانونی باشه چه چیزی میتونه غیر قانونی باشه. پس ما الان با یه شرایط بحرانی در واقع من فکر میکنم روبرو هستیم که حتی با وجود که ما در خیلی از جاها قانون مجازات رو در واقع یه قانون مناسبی رو هم در ایران نمیدونیم، اما این دیگه از موضوع خط خود قانون مجازات اسلامی هم این گونه رفتارها در واقع عبور کرده. حالا بنی هاشمی، خیلی ها این روزها در رسانه‌های اجتماعی با هشتگ حجاب بی حجاب رفتن به استقبال 21 تیر ماه برای اینکه میگن در اون روز که تو تقویم جمهوری اسلامی روز حجاب و عفافه ما میخوایم خودمون باشیم. فکر میکنین که مردم با دیدن این فشارها و الان با این هشتگی که راه افتاده چه پیامی دارن به بدنه جمهوری اسلامی میدن؟ ببینیم، من فکر میکنم موضوع حجاب از چندین بُعد ما میتونیم بهش نگاه بکنیم. یکی این که من در مصاحبه های دیگه هم گفتم، بازم اینجا میگم، اصلا موضوع حجاب در ایران دیگه موضوع خود حجاب شرعی نیست. به نظر من یک نوع کنترلی هستش که در واقع حکومت میخواد در شرایطی که وضعیت معیشتی و اقتصادی با بحران روبرو شده، حتی ما میبینیم بعضا در مسائل امنیتی هم ایران با چالش های خیلی جدی داره روبرو میشه، حالا به اصطلاح تنها چیزی که اینجا مورد خطاب قرار میگیره موضوعی هستش که هیچ موقع زنان ایرانی زیر بار این موضوع نرفتن. و این زاویه دیگه که دوست دارم بهش اشاره بکنم این هستش که موضوع اعتراضات در باب حجاب موضوع یک ساله یا یه ماهه یا چیز کوتاه مدتی نیست. زنان ایرانی هیچ موقع، بسیاری از اونایی که در واقع به مسائل شرعی اعتقاد ندارن، زیر بار حجاب نرفتن. حالا به هر طریقی میتونستن یه تغییراتی ایجاد بکنن در نوع پوشش خودشون، همیشه این در واقع دگراندیشی رو به این پیام رو به حکومت رسوندن، ولی اینکه در برهه‌هایی به اصطلاح این موضوع به چالش جدی‌تر کشیده شده به نظر من ربط خیلی مستقیمی هم داره با مسائل دیگه‌ای که در کنار اون در جامعه داره اتفاق می‌افته. شاید تا کمتر ما این شاهد این بودیم که حتی مذهبی‌ها و افرادی که به حجاب شرعی اعتقاد دارن امروز همراه با خیلی از خانم‌های دیگه شدن و احساس می‌کنن این یه نوع توهینی هست در واقع به کسانی که حتی اعتقادات مذهبی دارن این نوع رفتارها. بنابراین اون چیزی که ما الان داریم میبینیم یک نوع در واقع مواجهه اعتراضات مردمی با روش حکومتداری در ایران هستش و نه موضوع به خصوص حجاب در این رابطه. ممنون از توضیحات شما، پگاه بنی هاشمی حقوقدان از شیکاگو.